بسم الله الرحمن الرحیم. خوشا بانگی قرآن و آهنگ آن که جان و روان را کند شادمان. خوشا بانگی قرآن و آهنگ آن که جان و روان را کند شادمان. سراسر همه حکم پروردگار از او زنده راه و رهی روزگار. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و اذ و هنگامی که قال گفت ربک پروردگار تو للملائکه برای ملائکه اینی جاعل فی الارض خلیفه اینی یقینا که من جاعل گرداننده هستم فی الارض در زمین خلیفه جانشین. قالو گفتن ملائکه اتجعل و آیا میگردانی فیها در زمین من یفسد فیها من کسی را که یفسد و فساد میکند فیها در آن و یسفک الدماء و میریزانند خونها را و نحن نسبح بحمدک و نحن ما نسبح و تسبح میگیم بحمدک به حمد و ثنای تو و نقدس و به پاکی یاد میکنیم لک تو را. قال گفت اینی اعلم و یقینا که من بهتر میدانم ما آنچه را که لا تعلمون شما نمیدانین. در این آیت شریف الله جل جلاله قبل از خلقت انسانها پیش از اینکه انسانها را خلق بکنه برای ملائکه میگه که ما میخواهیم در زمین یک خلیفه خلق بکنم. خلیفه کسی است که او قانون الله را در روی زمین تطبیق میکنه. خلیفه کسی است که قانون الله را در روی زمین تطبیق میکنه، چون در آسمان ها در کهکشان ها و در دیگر جای ها ملائکه مکلف هستند که قانون الله را تطبیق بکنند. در زمین الله جل جلاله خلافت زمین برای انسان گفت که ما برای انسان ها میتم. اول ملائکه چی گفتن؟ قالو گفتن اتجعل فیها آیا میگردانی فیها در زمین من کسانی را که یفسد فیها که فساد میکنند در زمین و یسفک الدماء و میریزانند خون یک دیگر را. در اینجا ملائکه به این فکر بودن که الله جل جلاله به الله گفتن که یا پروردگارا این انسان هایی که الله برشان توصیف کرده بود که من اینا را خلیفه در روی زمین می سازم، طبعا انسان هایی بودن که الله برشان معرفی کرد که یا نفس دارن، چون ملائکه نفس ندارن. ملائکه مثل ما و شما واره نیازی به خوردن و نوشیدن و گپا نداره. تنها مخلوقاتی هستن که احکام الله را تطبیق می کنن. ملائکه گفتن که اگر انسانی که نفس داره ایره در روی زمین خلق بکنی ای چی میشه؟ اینا خو فساد میکنن در روی زمین. تو بر از اینا ای زمین پاک خلق کردی، در این زمین که باید اینجا احکام الله تطبیق شوه، سجده بر تو شوه، این انسان هایی که نفس دارن یا خو به عوض از این که قانون تو را تطبیق بکنن و به تو عبادت بکنن یا خب فساد میکنن و خونریزی میکنن. و برای الله گفتن که و نحن نسبح بحمدک ما خود تسبیح میگیم، یعنی در هر بلس زمین اگر خواسته باشی ما اونجا سجده میکنیم و در هر قسمت زمین ذکر تو را میکنیم و حمد و ثنای تو را میگیم و تو را به بزرگی یاد میکنیم. پس خلقتی انسان بجز از ضرر امی قسمی که ملائکه تصور میکردن که وقتی انسان نفس داشته باشه و غیر از اینکه
اینی بدی ها را بکنه دیگه هیچ کار خیر نمیکنه. قال گفت الله سبحانه و تعالی اینی یقینا که من اعلم و میدانم ما لا تعلمون آنچه را که شما نمیدانید. از این آیت شریف ما و شما چند درس میگیریم؟ اول درسی است که الله جل جلاله بر ملائکه وقتی که این خطاب کرد که در زمین ما خلیفتین میکنم، معنایش این است که انسان خلیفه الله در روی زمین است. انسان مسلمان وقتی که این آیت قرآن میخوانه از قوم پرستی و از قریه پرستی و از منطقه پرستی از این باید مسلمان دوری بکنه، چرا که انسان مسلمان بر از این خلق نشده که در یک قریه خاص کار بکنه. تمام زمین وطن مسلمان است، چون مکلفیت انسان مسلمان کل زمین است. از این خاطر انسان مسلمان در پشت خود یا در پیشروی خود عکس قریه خود نمیمانه یا نقشه منطقه خود نمیمانه، بلکه در سر میز خود انسان مسلمان نقشه دنیا را میمانه. و هدف مسلمانی باشه که قانون الله در تمام زمین الله تطبیق شود. به می خاطر صحابه کرام چی کردن؟ صحابه کرام از جاهای بسیار دور، چون اونا قرآن درست فهمیده بودن و دین درست فهمیده بودن، از این خاطر صحابه کرام شما ببینید مثلا در افغانستان قبر صحابه هست، وقتی که در ترکیه برین ابو ایوب انصاری قبرش در ترکیه هست، وقتی که در اسپانیا در اروپا برین در اونجا هم قبر صحابه هست، وقتی که در جنوب ایتالیا برین در اونجا هم قبر صحابه هست، وقتی ما در شمال افریقا در اینجا رفتیم اونجا هم قبرهای صحابه بودن. در حالی که وقت همین وسایل ترانسپورتی امروزی که پیشرفته هست که طیاره و موتر است و وجود نداشت، صحابه کرام توسط اسب یا توسط شتر یا پای پیاده به هزاران هزار کیلومتر حرکت میکردن تا کلمه لا اله الا الله را در گوش جهانیان برسند، تا قانون الله در زمین الله تطبیق شود. خانای خدا نمازهایی که یک لک ثواب داشت در مکه مکرمه، یک رکعت نماز یک لک درجه ثواب داره، او را ترک کردن. در مسجد نبوی نماز می خواندن، او ثواب و اجر که اونجا بود کل از او را ترک کردن. برای چی؟ به خاطر از این که برای ما و شما یک درس باشه که مسلمان باید به خاطر رساندن حق مسافه بسیار دور را طی بکنند. و این نقشه های تقلبی که دشمنای اسلام و استعمار جور کرده و مردم را تقسیم کرده به حساب قومی، افغانستان، تاجکستان، استان به معنای جای میگن، جای تاجکا، جای افغانها، پشتونستان، ازبکستان، قرقیزستان، این تقسیم بندی های قومی، این تقسیم بندی های استعمار است، نقشه پیغمبر خدا نیست. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم نقشش چی بود؟ آنجا که دین ماست آنجا وطن ماست. به این اساس عربستان سعودی وطن ما بود، اگر عقیده داشته باشیم هر خاک اسلامی که است وطن ما بود، هست فلسطین وطن ما بود هست. اما حالا که مسلمان ها را تقسیم کردن و کشورهای خرد خرد، این نقشه نقشه پیغمبر خدا نیست، نقشه استعمار است، نقشه انگلیس است، نقشه غیر مسلمان ها هست. انسانی که قرآن می خوانه که این نجاعلون فی الارض خلیفه، به این عقیده هست که زمین الله وطن ما هست و ما باید قانون الله را در کل زمین الله تطبیق بکنم. این قسم باید انسان عقیده داشته باشه. درس اول درس جهانی بودن اسلام و جهانی بودن فکر مسلمان است. مسلمانی که فکرش به یک قریه خاص باشه و یک منطقه خاص باشه، این مسلمان قرآنی نیست، مسلمان استعماری است. مسلمان قرآنی او است که الله برش گفته که تو خلیفه زمین هستی، تو باید کوشش کنی که قانون الله در روی زمین تطبیق شود. به می خاطر مسلمان ها خلافت اسلامی داشتن. عمر رضی الله عنه که در مدینه منوره یک
امر میکرد این قانونش این تا منطقه سینکیانگ چین، تا منطقه سنیگال افریقا، تا مناطق در اروپا و در اینجا قانون مسلمان ها تطبیق میشدن. در زمان هارون الرشید، هارون الرشید یکان روز که خواه میکرد برای عبر میگفت که ای عبر هر طرف که بری خراجت پیش من میاد. چرا مسلمان ها در اروپا، در آسیا و در افریقا حاکمیت داشتن؟ حالا که مسلمان ها را تک تک ساختن، علتش چی است؟ که مسلمان ها به نقشه های تقلبی انگلیس باور پیدا کردن. از این خاطر یک مسلمان که مسلمان دیگه می جنگه، یک مسلمان مشکل خود در وجود مسلمان دیگه میبینه، در حالی که مشکل در وجود مسلمان نیست. اگر ما فکر بکنیم که آنجا که دین ماست، آنجا وطن ماست. یک درس، درس جهانی بودن و درس خلافت جهانی و درس عقیده جهانی اسلامی هست. از آیت شریفی که قالوا اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء، از این تو درس میگیریم که اگر انسان تابع خواهشات خود شد، این انسان فساد در زمین میکنه و خونریزی میکنه. این انسانی که تحت تاثیر خواسته های نفس خود رفت، قانون الله را تطبیق نکرد. هر وقتی که انسان قانون الله را تطبیق نکنه، بفهمه که دو چیز در وطن از او در سرزمینش رخ میده، از دست خودش، یکی فساد است و یکی خونریزی. از این خاطر تا وقتی که ما و شما پشت قانون غرب بریم، پشت قانون روس رفتن، پشت قانون امریکا رفتن، هر قدر که قانون غیر الله تطبیق شه، با مو اندازه فساد زیاد میشه، با مو اندازه گناه زیاد میشه و با مو اندازه قتل و کشتار و خونریزی میشه. چه وقت این خونریزی ختم میشه؟ وقتی که قانون الله تطبیق شه. پس اگر میخواهیم که راحت و آرامش نصیب ما شه، و قانون الله را تطبیق بکنیم. از این خاطر هر قدر که بشریت کوشش کردن که قوانین بسازن که آرامش و امنیت به ابدا آمدن نمیتونه. چرا؟ قرآن عظیم شان کلام الله هست و ملائکه گفتن قانونی که انسان میسازه به اساس خواسته های نفسی خود میسازه، به اساس خواهشات نفسانی. وقتی که قانون ساخته شد، این قانون هیچ وقت آرامش نمیاره. یا به حساب قوم جنگ میپرته، یا به حساب دو مملکت جنگ میپرته. امیال افغان ها در بین خود جنگ میکنن. اگر از جنگ خود خلاص شد و امین انگلیس ها یارا کت ایران میجنگانن، کت پاکستان میجنگانن، هنوز هم جنگش خلاص نمیشن، یا داخلی یا خارجی. اما اگر قانون الله تطبیق شد، یک مسلمان مسلمان دیگه را گفت که انما المؤمنون اخوه، خود به خود جنگ ختم میشه، خود به خود خلاص میشه. پس اینجا ملائکه وقتی که میگن یفسد فیها و یسفک الدماء، از انسانهایی گپ میزنن که اونا تحت تاثیر خواهشات نفسانی هستن. اما الله برشان چی میگه؟ برشان میگه انی اعلم ما لا تعلمون، که پسان تشریح میشه. و ملائکه میگن که و نحن نسبح بحمدک و نقدس لک. از این چی ما درس میگیریم؟ از این درس میگیریم که الله به عبادت ما و تو نیاز نداره، الله به سجده کردن ما و تو نیاز نداره، ضرورت نداره. چرا؟ اگر ضرورت میداشت و نیاز میداشت، ملائکه برش گفتن که یا پروردگارم، ما هم تسبیح میگیم، هم سجده میکنیم، هم عبادت میکنیم، و ملائکه 24 ساعت تسلیم امر الله هستند. از این خاطر عبادت کردن مخلوق یا نکردنش، وقتی ما او تو عبادت میکنیم، به خاطر از اینکه ما به الله محتاج هستیم، او به ما احتیاج نداره. اگر یک نفر خانه خدا جور میکنه، نه؟ کلکین خود افتاب رخ میمانه. چرا؟ ما با افتاب نیاز داریم یا افتاب بر ما نیاز داره؟ اگر یک نفر خانه خود از سایه رخ می سازه، خودش در زمستان مجبور است که ده خروار چوب در بتن، خودش به مشکل مبتلا می شه. آفتاب در قصهش نیست. این همی قسم که ما به آفتاب ضرورت داریم، خانه خود آفتاب رخ اگر نمانیم، خود ما در مشکل مبتلا می شیم. این همی قسم الله به عبادت ما نیاز نداره، ما به عبادت الله نیاز داریم. اگر الله میخواست که عبادتش شوه، ملائکه زیاد بودن، لکن انسان خلق کرد به خاطر که سر از انسان رحم بکنه،
و وقتی که انسان عبادت شو بکنه برش نعمتهای خدا بده، پس قدرت خدا الله بر ما نشان میده، در حالی که به عبادت ما تو هیچ نیاز نداره. اگه کل دنیا عبادت هم بکنه، تمام روز که ما تو عبادت بکنیم، ملائکه 24 ساعت، یک تعداد ملائکه هستن که 24 ساعت به میلیون ها ملائکه فقط سجده میکنن، به میلیون ها انسان ملائکه دیگه هستن که قیام میکنن، به میلیون ها ملائکه دیگه هستن که در حالت رکوع هستن، به میلیون ها ملائکه دیگه هستن که در حالت قعده هستن. این حال ما تو که نماز میخونیم چرا رکوع و سجده و قیام و قعده میکنیم؟ قسمت از قسمت عبادت ملائکه رو میکنیم. خود کت ملائکه در یک قسمت از عبادت شریک میسازیم. از این خاطر وقتی که انسان در نماز میباشه خاصیت ملکوتی پیدا میکنه، مثل ملائکه میشه. اما وقتی که از نماز خلاص شد، باز شیطان سرش غلبه میکنه. حتی در مجلس ذکر و عبادت هم شیشتنه میتانه. قال اینی اعلم ما لا تعلمون. الله سبحانه وتعالی برشان گفت که من از شما کده بهتر میفهمم. به این خاطر آل بر ملائکه درس میده. و علم آدم الاسماء کلها و علم و تعلیم داد. الله سبحانه وتعالی بر آدم علیه السلام الاسماء نامها را کلها تمامی را. از این چی درس میگیریم؟ اولین کسی که بشریت تعلیم داده کی داده؟ الله هست. پس امی استادی و معلمی که وظیفه بسیار مقدس است، از کجا گرفته شده؟ از امینجا گرفته شده. چون کسی که دیگر را درس میته، اولین درس هدایت و رهنمایی را بر آدم علیه السلام کی داد؟ الله داد. اینجا میگه و علم آدم الاسماء کلها. اینجا الله اولین کسی است که برای انسان، برای پدر ما و شما آدم علیه السلام تعلیم و تربیه نمود، برش یاد داد. و از اینجا است که اولین برتریت انسان در علم است. انما یخشى الله من عباده العلماء. زیادتر از الله کی میترسن؟ در قرآن عظیم شان میگه علما میترسن. او جوانی که خدا را میشناسه با او جوانی که خدا را نمیشناسه فرقش جای نمی هست. او انسانی که خدا را نمیشناسه او به از حیوان هم کرده بدتر است. پس شناخت الله و ترس الله و محبت الله از چی حاصل میشه؟ وقتی که انسان علم داشت. کسی که نداشته باشه علم، کسی که در درس قرآن نمیشینه و کسی که از قرآن استفاده نمیکنه، هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون؟ آیا مساوی است کسایی که میفهمه و کسایی که نمیفهمه؟ پس اینجا هست که الله جل جلاله برتریت انسان در علم بر ملائکه نشان داده، با وجود از اینکه ملائکه عبادت زیاد میکردن. از اینجا یک درس بسیار دقیق گرفته میشه و او چی است؟ که از عبادت زیاد کرده، از تسبیح و ذکر کرده، رتبه علم برتر است. ملائکه گفتن ما تسبیح میگیم، ما تو را به قدسیت یاد میکنیم. الله بر انسان چی داد؟ علم داد. چرا؟ اگر یک نفر علم داشته باشن و با علم با شناخت قرآن الله را عبادت بکنه، یک رکات نمازش به اندازه 1000 رکات است. اما یک نفری که 1000 رکات نماز بخونه و علم نداشته باشه، او را شیطان زود شکار میکنه. از این خاطر الله جل جلاله برتریت انسان در چی نشان داد؟ در علم نشان داد. و علم آدم الاسماء كلها. اینجا تنها تصور نکنین که شاید علم فقط علم شریعت است. امروز اکثرا کسایی که در اروپا مسلمان میشن ساینسدان‌ها و علما هستند، و در افغانستان مسلمانایی که کافر میشن انسان‌های جاهل هستند. ای الله در خانه مسلمان پیدایش کرده، لیکن این جاهل از قرآن نمیخوانه. بالاخره وقتی که یک کسی آمد برازی یک 4 کلمه کفر گفت، این مسلمان کافر میشه.
یه مسلمان مرتد میشه از دین میگردن. اما برعکس یک یهودی، یک نصرانی، یک اندو، یک غیر مسلمان وقتی که علم داشت قرآن عظیم الشان میخونه، وقتی که میخونه زود باور میکنه و مسلمان میشه. اینجا است که امروز برتریت اسلام از چی معلوم میشه در غرب؟ که اکثرا کسایی که مسلمان میشن پروفیسرها و دانشمندای بزرگ هستن و اکثرا کسایی که از دین مرتد میشن مردم جاهل هستن. او که میره هیچ چیز، وقتی که در غرب میره میگه من کافر شدم، و خوشحال میشه که او این یک نفر آمد، این ای کافر شده، نصرانی شده. بسیار مجلس میگیرن، وقتی که میگن صرف چند خواندی از پیش شیمتیان میگیره، میبینه که در ریاضی صفر، در هندسه صفر، خیاطی را میاد نداره، چی کاره بودی؟ ولدم دان دروازه، دروازوان بودم. او میگه ولی ما خود دروازوان ضرورت نداریم، دروازه ما کمپیوتری محافظت میشه. پس این نفر میره یک آدم بیکاره، دو رو پا نمیارزن. اما وقتی یک پروفیسور غربی مسلمان میشه، وقتی که مسلمان میشه به امرای ازی چند هزار نفر دیگه مسلمان میشه، چون این عالم است و دانشمند است. و به اینجا است که غربی ها میترسن، میگه والله اروپا و امریکا هم به کشورها اسلامی مبدل میشه. چرا؟ روز به روز مردم مسلمان شده میرن. از این خاطر اکثرا شما ببینین کی به دین زیاد علاقه دارن. شما در این کوچه و بازار هم بگردین، کسایی که زیاد در مجلس قرآن میشینن اکثرش محصلین ساینس است، محصلین ژورنالیسم است، محصلین انجینری است، محصلین طب هستن. اما مردم هایی که درس نخواندن و تعلیم ندارن، یا همی نماز هم که میخوانه برشان معلوم میشه که والا ما نماز هم خوانیم یا هم زیاد هست دیگه، چی منت خدا بار میکنه، ما دیگه چی بیشینیم درس بخوانیم. اکثرا کسایی که در درس میشینن و قرآن یاد میگیرن و زیاد علاقه مندی دارن، یا کسایی هستن که زیادتر میفهمن. از این خاطر امروز جوان ها چرا زیادتر توجهشان به طرف دین زیاد است؟ جوان ها روز به روز روشن شدن میرن، فهمیدن میرن. وقتی درس میتازم خلال گپ زدن و درسش میفهمی که جوان چقدر و تو عمیق فکر میکنه. از این خاطر چون زیادتر معلومات داره در اینترنت، در کمپیوتر، در حجره شناسی، در علوم طبیعی، در انجینری، در کل چیز، از این خاطر این خوب قرآن هم میفهمه. از این خاطر الله جل جلاله چی کرد؟ برتریت انسان در اول در چی نشان داد؟ در علم نشان داد. از این خاطر و علم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكه، باز عرض کرد، یاری پیش کرد، همین نام ها را برای کی پیش کرد؟ برای ملائکه. برای کی پیش کرد؟ برای ملائکه. اول برای انسان یاد داد، لکن برای ملائکه یاد نداد، تا برتریت انسان نشان بده برشان. چیزایی را بر انسان یاد داد که اون را ملائکه یاد نداشتن. ملائکه تصویر یاد داشتن، ذکر یاد داشتن، اما علم نداشتن. علم اسمایی که الله برای آدم علیه السلام داد این را یاد نداشتن. ثم عرضهم علی الملائکه، بازی را پیش کرد. برای کی پیش کرد؟ برای ملائکه. فقال، پس گفت، انبئونی، الله سبحانه وتعالی گفت برای ملائکه، انبئونی، خبر بدین برای من به اسمای ها اولای، نام های این چیزا را، این کنتم صادقین، اگر شما راستگویا هستین، اگر شما میگین که ما برتریت داریم نسبت به آدم و ما خوب ذکر میکنیم و تسبیح میکنیم، پس بگوین نام های از این چیزا را اگر شما برتر هستین. قالو، گفتن ملائکه، سبحانک، پاکیست را یا الله، لا علم لنا الا ما علمتنا، لا علم لنا، نیست علم بر ما الا مگر ما آنچه را که علمتنا، آنچه را که تو بر ما تعلیم دادی. از این آیت شریف چی درس گرفته میشه؟ درس گرفته میشه که ملائکه علم غیب ندارن. چی درس گرفته میشه؟ ملائکه علم غیب ندارن. چرا؟ به خاطر چیزایی که برشان یاد نداده بود، یاد نداشتن دیگه. علم غیب خوز که آدم که کلی چیزا بفهمه. خب پس ملائکه اعتراف کردن که ما علم غیب نداریم و آنچه را که به آدم یاد دادی اینه ما نمیفهمیم. اینکه یقیناً که انت تو هستی یا پروردگار العلیم و ذات بسیار عالم و الحکیم، ذات با حکمت. ملائکه تسلیم شدن، چون ملائکه مخلوق معصوم هستن. وقتی که در یک باری از این نظر داشتن که در بین انسان ها کسایی هستن که یا نفسشان است، الله برشان گفت که نخیر، من کسایی را خلق میکنم که
و نفس هم داره، لکن با وجود از این برای اونا علم میتم که وقتی که اونا حقیقت وحدانیت الله را شناختن، بازی الله را بسیار خوب عبادت میکنن. باز ملائکه گفت اعتراف کردن، گفتن که سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. پس اعتراف کردن گفتن پروردگارا تو بسیار عالم هستی و تو با حکمت هستی، از این خاطر وقتی که تو آدم در روی زمین خلق میکنی ما تسلیم هستیم. ما چی هستیم؟ تسلیم هستیم. ما نظر خدا گفتیم، لکن آل فهمیدیم که پروردگارا تو علیم و حکیم هستی، پس ما با آن چی که تو میکنی با او تسلیم هستیم. ببین مخلوق خوب اینطور است مثل ملائکه که اگر نظرم داشته باشه که تو نظرم لری خودش به حق بوسی زد سکی زد تسلیمیگی داده دیگر انسان. قال گفت الله جل جلاله یا آدم و ای آدم علیه السلام انبئهم خبر بده ایشان را ملائکه را به اسمائهم به نام های این چیزایی که بر تو یاد دادیم. فلما ما پس انگامی که انبئهم خبر داد ایشان را به اسمائهم به این نام ها قال گفت الله سبحانه وتعالی علم اقل لکم آیا نگفته بودم من بر شما اینی اعلم غیب السماوات والارض که ما استم عالم غیب آسمان ها و زمین. اینجا الله برشان میگه بر ملائکه که شما خوب بعضی تصوراتی داشتین، لکن من براتون نگفته بودم که ما استم عالم غیب آسمان ها و زمین که حقیقت هر چیز ما میفهمم و ما اوره آنچه که قانون میگذارم اوره ما خوبتر میفهمم. علم اقل لکم اینی اعلم غیب السماوات والارض و اعلم ما تبدون و ما کنتم تکتمون و میفهم آنچه را که آشکار میکنین و آنچه را که شما پوشیده نگه میدارین. پس اینجا هست که الله جل جلاله برای از اینا چی کرد؟ برای ملائکه فهمان که الله عالم غیب است و برای ما و شما هم ایره فهمان که الله عالم غیب است. دیگه کس غیب نمیفهمه. از همین خاطر است کسایی که فال بینی میکنن و جادوگری میکنن و رمل اندازی میکنن و از غیب خبر میتن، این فالبینا و جادوگرا چی هستن؟ کافر هستن. چرا کافر هستن؟ به خاطر از اینکه علم غیب ادعا میکنن، در حالی که علم غیب حتی ملائکه ندارن. و اذ قلنا و یاد کن وقتی را که گفتیم للملائکه برای ملائکه سجود و سجده کنین لآدم برای آدم علیه السلام. آل الله جل جلاله به خاطر که برتریت آدم علیه السلام نشان بده برای ملائکه امر کرد که سجده احترام بکنن. فکرتان باشه در امتهای قبلی دو قسم سجده بود، یکی سجده عبادت بود و یکی سجده احترام بود. سجده عبادت برای الله میشد، مثل که ما و شما سجده میکنیم در نماز برای الله، و سجده احترامی بود که به اساس امر الله یک کس میتونست که به یک مخلوق هم سجده احترام بکنه. اما با آمدن قرآن عظیم الشان و آمدن رسول اکرم صلی الله علیه و سلم دیگه سجده احترام وجود نداره، تنها سجده چی است؟ سجده عبادت است. از این خاطر ما و شما حق نداریم که احتراماً به کسی سجده بکنیم. اگر کسی پر یک مخلوق، از این خاطر وقتی که مردم آمدن پیش رسول اکرم صلی الله علیه و سلم و گفتن که ما رفتیم طرف های فارس اینجا دیدیم، مردم به رهبرای خود سجده میکردن. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم برشان گفت که کس بر ما سجده نکنه، اجازه نداد. پس ما حق نداریم برای مخلوق سجده بکنیم. حتی که در زیارت قبر پیغمبر صلی الله علیه و سلم میریم، اگر کسی به قبر پیغمبر سجده میکنه این مشرک است، در عبادت خدا کسی را شریک ساخته. ما به غیر از الله به کسی دیگه سجده نمی کنیم، هر قدر بزرگ باشه، نه بر ملک، نه بر پیغمبر، نه بر ولی، نه بر کدام شخص بزرگ. چرا که در مسلمان های امت رسول الله صلی الله علیه و سلم فقط اینجا سجده چی است؟ سجده عبادت است. و سجده عبادت که است بغیر از الله به کسی دیگه جاهز نیست. اینا اگر کسی به یک مخلوق سجده میکنه یا عبادت میکنه، ای باز از عقیده اسلام خارج میشه، چرا که ای مخلوق در عبادت خالق شریک کرده. فسجدو، پس اینا سجده احترام کردن ملائکه، الا ابلیس، مگر کی نکرد؟ ابلیس نکرد. ابلیس همین شیطان جنی هست. ابلیس شیطان بود و شیطان دو قسم است، یک شیطان های انسانی است، یک شیطان های جنی، و ابلیس شیطان جنی بود. ابا، ای ابا ورزید، سرکشی کرد، واستکبر و تکبر کرد، و کان من الکافرین، و بود از جمله کی؟ کافران.
پس از این تو درس میگیریم که الله جل جلاله وقتی برای ملائکه امر کرد، شیطان هم در صف ملائکه داخل شده بود. اینجا امتحان آمد، امتحان دیگه آمد برشان. امر الله شد که سجده کنن، ملائکه کلشان سجده کردن، اما ابلیس سجده نکرد، امر الله را تطبیق نکرد. چرا تطبیق نکرد؟ ایبا ورزید و تکبر نمود. این حال بسیاری وقتا انسان هایی که کافر میشه، علت کفرشان چی است؟ یا سرکشی است یا تکبر است. یک نفر میگه بیا نماز بخوان، میگه اوه من نماز بخوانم، این اندام مرا تو سیل کن، ما بخیزم نماز بخوانم. این اندام تو اگر یک وقت ملک الموت در جانت بیه، مثل مرچه وارسی پیش ملک الموت، یعنی خوب اندر تیکر کس نه، پیش ملائکه چی است؟ مثل یک مرچگک وارس، مثل که مرچه که هر قدر ورزش بکنه پیش ما و شما چی است؟ همین مرچه که خوب سپورتمین هم باشه نه، ما و شما که یک لقه صد تایش چپا میکنیم، ما و شما در مقابل ملائکه مثل مرچه در مقابل ما و شما واره هست. این حالی که کلانکاری میکنه، از این خاطر بسیار کسایی که زور میزنه و میگه من بسیار قوی هستم، وقتی که ملک الموت آمد که در گلونش همی دست خداستای که دکه پیش کرد، این نفسش میبره دیگه هیچ حرکت کرده نمیتونه. از این خاطر اکثرا کسایی که در حلقه درس نمیشینن، هر کسایی که قرآن قبول نمیکنن، ای چی هست؟ علتش مثل چی وارست؟ شیطان واره یا ایبا میوزن و تکبر هست. من چطور برم در درس فلانی بشینم؟ والا ای استادک چی هست که بیای بر ما درس بده؟ یکان مخطب چی هست؟ تکبر هست. والا من مثل از این وار آدم واره بسیارش من خودم درس دادم، سبحان الله، در حالی که ما تو چی خبر هستیم که الله از من راضی هستی از این نمی بچه اگر که نمی علی پیش خدا قیزت داره که قرآن در دستش هست، این قرآن هم میخونه، اما یک کسی از بسیار پروفیسور است به خاک پای از این نمی ارزه، چرا او تکبر داره؟ متوجه شدیم؟ پس اکثرا کسایی که از دین دوری میکنه علتش چی است؟ تکبر و غرور است. و دین هم که قبول نمیکنه، من پختانه یو، پختانه خود سعید هستی، پختانه خود قرآن در توایی چه در پختو مکوه، قرآن حکم تطبیقه. اکثر مردم به حساب از اینکه غرور برش میه، من پختانه فارسی و نامه اوه او ما 5000 ساله تاریخ داریم، کل تاریخ شب بخونی کلش غلامی، کل تاریخ شب بخونی یک صفحه صفحه پاک نیست، چی کنیم؟ یک روز یک صفحه تاریخ داشته باشه و بکر صدیق واره، عمر فاروق واره، بلال حبشی واره. از این خاطر اکثر همین مردم ها را که در چیزهای قومی انداخته ایچی است، تکبر شطور میتکو، تو پختونی، تو پارسیوانی، تو ازارستی، تو ازبک هستی، بیخل. و وقتی که انسان امی گپ ازد، ای در صف کی داخل شد؟ صف ابلیس. چرا؟ چرا که ابلیس تکبر سبب از این شد که امر الله را تطبیق نکرد. الله میگه که ولو که در هر جای باشی، ان اکرمکم عند الله اتقاکم، بهترین شما کی است؟ با تقوا هست. از هر جایی که بود با تقوا میتونه که بهتر از پیش الله. و اذ قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس ابا واستكبر وكان من الكافرين. الله میفهمید که کافر است. بعضی کسا ها در صف مسلمان های ساد میشه، لیکن الله میفهمه که کافر است. باز در روز امتحان چی میکنه؟ ایره باز میکشیشه. آلدم افغانستان ما شما بسیار کسا بود که من مجاهد هستم، من قهرمان هستم، من قماندان هستم، من رهبر جهاد است و ما فلانی هستم، لکن یک امتحان که آمد سیزنی یک سنجاقک فلشی شدن از دین و از عقیده، برآمدن رفتن در صف کفار قرار گرفتن، لکن مسلمان واقعی ایمان خود حفظ کرد و حفظ میکنن. و کان من الکافرین. و قلنا یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه، و گفتیم که یا آدم سکونت بکو، تو انت تو و زوجک و همسرت الجنه، در کجا؟ در جنت. و کلا منها رغدن و کلا بخورن منها، در جنت رغدن بسیار وسیع، حیث شئتم، هر جایی که خواسته باشین، یعنی شما از نعمتهای جنت بخورین. ولا تقربا هذه الشجره، لکن به این درخت نزدیک نشین، امتحان است. همیشه فکرتان باشه که پیش الله انسان هرچی میته، لکن هرچی که داد باستر در امتحان نگاه میکنه. اگر عقل خوب دادید، با عقلت وسیله امتحانت است. بعضی کساست که بسیار عقل خوب می داشته باشه، همی هوشیاریش ایره به کفر می کشانه. بعضی کسا را خداوند خوب چهره می تش، همی چهره خوبش سبب تکبر ازی می شه. یعنی صاحب اندام مسائل می کنه که اندام ما چند سانتی است. این عزت والا اندام ها که تو چه سایی که تو اینه، این اندام تو که اندام مسائل می بینی، پس چی می شه؟ یعنی بعد از این تکبر پیدا می شه. بعضی اوقات
قواره انسان سبب چی میشه؟ سعی کنم چقدر خوبش هستم، تو بعد قواره هستی، من اندام خوبش دارم، من زور دارم، من کمربند سیاه دارم، من فلانی دارم، من از فلانی قوم هستم. صحیح صحیح؟ این کلش سبب چی میشه؟ کلش فکرتان باشه که قواره زیباییت، از دیگاه که تو ده امتحان زیاد هستی، جوانی خوبت، امتحان تو زیادتر است، علم زیاد تو سبب امتحان زیاد تو است. ما چرا علمه ایم اینجا که تو شما ششتیم نیم؟ بعضی اوقات ما بر ما میگه تو استاد پاندون است یا میده یعنی که تزی نونوگک ششتی؟ از این خاطر ما ایره پالوی خود میشنگ باید ما تکبر نداشته باشیم. صحیح نیم؟ بعضی اوقات امی مقام انسان و چوکی انسان سبب چی میشه؟ غرور میشه و انسان الله ذلیل میسازه. از این خاطر انسان که هر قدر نعمتهای الله زیاد بود و یعنی یا الله آیا پیش خداوند من زیاد عزت دارم، یعنی میگی تو چگک این بیگناه است، معصوم است، امیال اگر خود اونا خواسته این بمارد تو رو بی ویزه و پاسپورت در جنت میره، چون که خانوز طفل است به مرحله. اما ما که از این صاحب در یک سرک استاد شو امی بایسکلوانه که ترافیک استاد میکنه هیچ چیز نمیگشن با امتشار او میره تیر میشه، اما موترهای دیگه کس الان توی استاد شده میشه. از این خاطر انسان های ما و شما کسیم در روز قیامت از چندین استادگاه استاد میشیم. جوانی تا در چی تیر کردی، عمر تا در چی تیر کردی، وقت تا در چی تیر کردی، مال تا در کجا مصرف کردی، از کل از این یک سوال میشه. نماز خواندی نخواندی، روزه درست گرفتی نگرفتی، غیبت کردی نکردی، مردم آزار دادی ندادی. از این خاطر کس را مسخره نسازیم. باور بکو اگر کسی را مسخرگی سرش کرده باشی در روز قیامت در پایایش میفتی که مرا ببخش که من از این سر پل صراط تیر شوم. سرکس در خواری شده فلانیش، سرکس نام نمانین، مسخرگی نکنین. الله جل جلاله آدم علیه السلام و بی بی حوا را هم امتحان کرد، خوب برش علم هم داد، ملائکه هم برش احترام کرد، لکن بازم اونجا ملائکه را امتحان کرد، اینجا این دوتا را امتحان میکنن. و قلنا یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه و کلا منها رغدا حيث شئتما و بخورین از این جنت بسیار وسیع حيث شئتما هر جایی که خواستین، ولیکن یک امتحان از فکرتان باشه، ولا تقرب هذه الشجره، لكن به درخت نزدیک نشین. چرا مثلا الله جل جلاله میلیون درخت است، میلیون قسم میوه است، لكن یک درخت تعیین میکنه؟ امتحان است، امتحان است، فکرت باشه کل چیز برات داده لکن امتحان در امتحان قرار داده. فتکونا من الظالمین، باز اگر شما از درخت نزدیک شدین یا از میوه ازی خوردین شما چی میشین؟ در جمله ظالم ها حساب میشین. فازلهم الشیطان و عنها، پس لغزان شیطان اینا را عنها از آن. همیشه کی آدم وسوسه میکنه؟ یا شیطان های انسانی و یا شیطان های جنی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. امروز این درسی را که خواندیم در اولین آیاتی که امروز خواندیم یک مسئله این بود که از قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه، که ما جانشین در روی زمین آسمان میشیم، انسان جانشین در روی زمین خلق کردیم. چرا؟ به خاطر از اینکه قانون و دستور الله سبحانه و تعالی که تطبیق بکنه. و این را کی باید تطبیق بکنه؟ هر کس مکلفیت در مقابل دین الله سبحانه و گونه مساوی و مساویانه داره که باید دین الله سبحانه را تطبیق بکنه. تطبیق دین الله سبحانه را این کس برای همگی است و این هم جهانی است. باید تو وقتی که دین تطبیق میکنی به یک محوطه خاصی از جغرافیایی نباشه، باید فکر تو فکر جهانی باشه. قسمی که الله سبحانه در قرآن نشان میفرماید که در حدیث شریف است که میگه انما المؤمنون اخواتین، در قرآن عظیم شان دیگه جایی که انما المؤمنون کرجل واحد ان اشتکا عینه اشتکا کله ان اشتکا راسه اشتکا کله. مؤمنین که هستن مانند یک جسم واحد هستن، اگر یک جایش درد بکنه تمام اعضاش درد میکنه، چون دیگه قسمتاش در امان نمیمونه. پس حالا که عالم میگه که مؤمنین یک من حیث یک جسم واحد هستن، خب این جسم واحد که پارچه پارچه کرده، اگر ما میخواهیم که جسم واحد که پارچه پارچه شده ایره دوباره ترمیم و تداعی بکنیم، باید در هر قسمت از یک عملیات در هر قسمتش انجام بدیم. این که تو فرضاً دست و پای کل جای پاره پاره شده، تو فقط بی به دستت چی پرتی دوا کنی، تداعی دستت بکنی، دیگه اعضای ببونی، هیچ جسم راحت نمیشه، چون تو دانا دستت چی کردی تداعی کردی. بنان اگر میخوایی که اسلام واقعا راه حل و اسلام پیش شود، که اسلام قانونش تطبیق شود، باید تو همین حل همین راه حل را پیشنهاد میکنی در تمام جسم باشه، یعنی باید تمام جسم چی بکنی عملیات بکنی تا اینکه جور شوی، تا غیر از جور نمیشی. حالا هم در اینجا که کلمه خلافت میاد و در قرآنشان چند جمعه که
وعد الله الذين آمنوا ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. ما وعده الله سبحانه است که وعده الله سبحانه که بفهمیم که حق است و هیچ وقت دروغ نمی باشه و اشتباه نمی باشه و این ثابت شدنی است که الله سبحانه میگه که ما وعده ماست کسایی که ایمان آوردن و اعمال صالح کردن ما اینها را استخلاف زمین برشون میدیم، یعنی حاکمیت زمین ما بعد سزا میدیم چه وقت ایمان آوردن و اعمال صالح کردن. این ایمان و اعمال صالح تنها بر نماز نیست، دیگر دساتیر و قانونی که است او را باید ما به شنگ بزنیم که تمام از او که عملی شود بعد از او قانون الله سبحانه تطبیق شود. همچنان چیز دیگه ای که این اختلافات باید از هم بدرویم، دیگه این اختلافات باید میان ما نباشه. اگر اختلافات می باشه قرآن از ایشان در این مورد میگه که شما اختلاف نکنید چون اختلاف سبب ضعف و بی‌همتی شما میشه. قسم میگه میگه که ولا تکونوا کالذین تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البینات و اولئک لهم عذاب عظیم. یعنی شما مانند کسان نشوید که اون تفرقه کردن و اختلاف کردن میانشان، اگر این کار کرده شما برای شما عذاب عظیم است. بیان واضح بر ما شده که من بعد ما جاءهم البینات، بعد از اینکه واضح بیان شده چی بیان شده بر ما که انما المؤمنون اخوتون، مؤمنین برادر هم دیگر هستن. وقتی که مؤمنین برادر هم دیگر هستن این مرزکایی که دیجا ای فلانی سی فلانی سی یار باید نندازیم. حالا که ما درک کردیم مؤمنین برادر یکی دیگر هستن، ما باید هجره واحد اولی باشیم، اما هجره که در زنده باشه و هجره که با فکر عمیق و مستند ایجاد شده باشه، او هجره که طریقه درست و واضح داشته باشه پیامبر صلی الله علیه و آله، او هجره که با توسط او فرد باشه، یعنی او هجره باشه که استوار باشه، پاک باشه و محکم باشه در راه الله سبحانه و تعالی، یعنی ما باید اون مو هجره باشیم. اون مو هجره باید زنده باشه که تکثر بکنه. اگر این زنده امی هجره تکثر نبکنه با یک روز با تبدیل نشه و بدرد نمیخوره. بنان ما که حق دریافت کردیم باید این حق هجره واحد بودن ما باید به هجره متعدد شوه که تو یک نسج بسازه، یک عضو را بسازه. این خود ما در بیولوژی هم میفهمیم که مجموعه هزارات باعث میشه که نسج تشکیل بده. ما باید این نسج تشکیل بدیم. این نسج باید این هم باید رقم نباشه، این پس دوباره باید گردش بکنه، عمل بکنه تا اینکه این نسج تبدیل شوه به یک عضو که عمل را انجام داده بتونه. تا اینکه ما یک عضو نباشیم، تمام مسلمان ها یک عضو واحد نباشه، تا اون زمان ما نمیتونیم اسلام تطبیق کنیم و عملی بکنیم. بنان اگر میخواهیم که اسلام تطبیق بکنیم باید یک نسج یک عضو واحد باشیم تا اینکه به تمام جوانب اسلام کس عمل بکنیم. همچنان در اینجا چرا ما قانون الله سبحانه تطبیق بکنیم؟ پس میگه استاد بجد استاد محترم مثال دادن، تطبیق قانون الله سبحانه تعالی نیاز ما است، نیاز الله نیست که تطبیق بکنیم. ما نیاز داریم که تطبیق شود تا که به بهتریت و برتریت اسلام که است ما به اون جنگ بزنیم برسیم. به وقتی که از ما زندگی ما دور باشه، یعنی به این معناست که این قانون که از زندگی ما دور باشه راحتی و آرامش ما خود ما نمیخواهیم. بنان ما نیاز به تطبیق قانون الله سبحانه داریم. اگر ما خود ما من حیث هجرای زنده کار نکنیم، دیگه کس بر ما غریب ما اسلام تطبیق نمیکنه. و این کسایی که فعلا برنامه چنگ میزنن به نظام های غیر اسلامی و طریق های غیر اسلامی که ما اصلا تطبیق امکانش نداره، چون او هجره خودش هجره مرده است، او فکر از خودش نگرفته، او کس دیگه از صورت علاقه نمیره. بنان اگر ما میخوایم اسلام تطبیق کنیم باید هجره واحد هجره زنده باید باشیم تا اینکه با جسم واحد اسلام تطبیق کنیم. و در غیر از اینکه اگر ما به کشورها که خرد خرد افتخار کنیم که ما از فلانی کشور هستیم که فلانه تاریخ داریم، بنان اسلام تطبیق نمیتونیم، جز که اسلام تطبیق نداریم سبب بدبختی خود و در آینده میشه که آدمی امتحان الله سبحانه و تعالی کامیاب نشیم. امتحان نیست که باید اسلام قامت بر ما بر تطبیق آمده، بر فلسفه نیست که فقط تو بگو ما بگو ای بگو معلومات داشته باشیم. اگر این تطبیق نشه و این معناست که ما فلسفه یاد میگیریم هر روز، ما بر کار نکنیم که تطبیق نشه و این از فلسفه یاد میگیریم. باید این میال هجرای زنده است، این میال توانایی داریم که کار کنیم تا اسلام تطبیق. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. لهرس نه دمخه دی مولای صاحب محترم په اجازه استاد محترم مسلمانانو په ننۍ ورځ کې چې مولای صاحب محترم غو تاسو ته تدریس کول، الله تعالی دې توفیق دې عمل پر دې مبارک آیاتو باندې موږ غو تاسو ته راکړي. لمړنۍ آیات چې تاسو په حضور کې تلاوت کوم مولای صاحب محترم دا و چې الله تعالی انسان په ځمکه کې خلیفہ پیدا کړی، دا چې الله تعالی اسلام ته دومره انسان ته دومره لوړ مقام په ځمکه کې ورکړی چې اشرف مخلوقات په ځمکه کې خلق کړي، موږ کوم پر تاسو باندې لازم ده چې اول د الله تعالی قانون په خپل ځان او د اعلان کلمت الله لپاره زحمت وباسو ترڅو چې د الله تعالی د دین وړواړي په ټول جهان کې راشي. له هر څه مهمه دا ده چې اول اسلام له خپل ځانه تطبیقول، انسان اول باید له خپل ځانه شروع کړي ورسته دغه نه پر نور مسلمانانو او په نور ژوند کې.
دوم هدف چې په دې مبارک آیتو کې و دا و چې الله متعال زمونږ استاد او عبادتو ته ضرورت نه لري. الله متعال غنی او بے پروا ذات دی. لازم پر مونږ او تاسو باندې دا د هوښیار انسان هغه دی چې ښه او نیک او صالح اعمال وکړي د خپل ځان لپاره ترڅو چې ثمره ولري په ورځ د آخرت کې. انشاءالله الله تعالی ضایعکاره ذات نه دی. اجر عظیم به انشاءالله که خدای کول مونږ او تاسو ته چې اوس په دې مبارک مجلس کې حضور لرو د دې اجر به الله متعال مونږ او تاسو ته راکوي. بل هدف چې په دې مبارک آیتو کې و دا و چې الله متعال زمونږ او تاسو پلار آدم علیه السلام ته علم ورکړی و. یو برتریت د انسان دا دی چې الله متعال نسبت پر نور مخلوقاتو باندې انسان ته علم ورکړی دا چې الله متعال رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته فرمایي چې وایي نبی علیه السلام آیا برابر دی هغه کسان چې علم لري او هغه کسان چې علم نه لري؟ نبی علیه السلام په استفهامي ډول باندې انکار وکړ چې نه، هغه کسان چې علم لري د هغو درجې ډېرې لوړې دي. سبحان الله، الله متعال مونږ او تاسو ته څومره په دومره عظیم شان سره خلق کړي، موږ پر تاسو باندې دا لازمه ده چې نیک اعمال وکړو. دا چې نبی علیه السلام فرمایي الدنیا و مزرعة الاخره، د مسلمان مکلفیت دا دی چې په دې دنیا کې د ځان لپاره څه کښت وکړي ترڅو چې په ورځ د آخرت یې اجر او ثواب او پاداش ومومي. بسم الله الرحمن الرحیم. به اجازه استاد محترم و برادرای عزیز، در آیاتی که ما خواندیم چند نقطه بسیار مهم یادآوری شده که اولین نقطه ای است که انسان وقتی که خلق شده خلیفه انسان خلیفه خداوند بر روی زمین است و از دیگر آیات و احادیث معلوم میشه که خلیفه خداوند بر روی زمین مسئولیت مسلمان است و آیات زیادی است که خداوند مسلمانان را بهترین امت انتخاب کرده، بهترین امت خطاب کرده که باید اینا کار بکنن و فعالیت بکنن و قبل از این مهم است که انسان باید عالم باشه، فهم درست از اسلام داشته باشه. به خاطر از اینکه اگر انسان صرف عبادت بکنه وقتی که امتحان برش پیش اومد، مسائل بزرگ پیش اومد برش، امکان داره پایش بلغزه و اینجا ضرورت است که انسان عالم باشه و فهم درست از دین داشته باشه. و اگر دیگه ای که غیب اتانا خداوند میفهمه. انسان های بسیار زیاد در دنیا وجود داره و تاویز نویسا و جادوگرا یا از غیب میگن، ولی ما باید بفهمیم که اونا از غیب چیز نمیفهمن. گپ دیگه ای که و صرف غیب خداوند میفهمه. گپ دیگه ای که خداوند انسان که پیدا کرده تمام علمیت و برتری را که انسان خداوند داره به انسان ها داره و انسان ها از ملائکه بالاتر است. به سبب چی؟ که به سبب از اینا که هم در دنیا برشان آزمایش است و هم جنبه خوب است. و خوب است که انسان وقتی که به امتحانات مقابل میشه به اساس امو فهم درسته که داره، فهم که از دین داره، خود نگاه بکنه و نکنه که بلرزه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمرشدنا ولمشايخنا ولأمواتنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات يوم يقوم الحساب. اللهم اجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله محمد رسول الله. سراسر همه حکم پروردگار، از او زنده راه و رهی روزگار. خوشا بانگ قرآن و آهنگ آن، که جان و روان را کند شادمان. همه حکم او حکم محکم بود، همه راه او راه اقوام بود. خوشا بانگ قرآن و آهنگ آن، که جان و روان را کند شادمان. که جان و روان را کند شادمان.